با نام یاد خدای بزرگ مهربان، سلام، وقتتون بخیر. همسفرهای خوب و نازنین خودم، باز هم اومدیم سفر، این بار به استان بوشه، شهرستان گنابه، یکی از شهرهای بسیار زیبا و دیدنی استان بوشه. شما همسفر ما هستین، قراره با این شهر بهتر و بیشتر آشنا بشیم. شهرستانی که کنار دریای نیلگون خلیج همیشه تا ابد فارسه و فضای بسیار زیبا و دیدنی داره. از فضاهای زیبای این شهر قرار دیدن کنیم، با مردمان مهمان نواز و خونگرمش آشنا بشیم، از جاذبه های دیدنی، تاریخی، توریستی و گردشگریش براتون بگیم. جاتون خالی و جاتون سبز، میریم با این شهر زیبا آشنا بشیم. خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و ادب و احترام دارم به بینندگان گرامی برنامه همسفر. اینجا بندر گناوه است، بندری از هزارها در استان بوشهر، بخش شمالی استان بوشهر، در کنار ساحل نیلگون خلیج فارس، خلیج همیشه فارس. ساحل گناوه یکی از منحصر به فردترین ساحل‌هایی هستش که ما در جنوب کشور می‌بینیم. چندین کیلومتر ساحل ماسه‌ای یک دست که برای قدم زدن و پیاده‌روی بسیار مناسب هستش. عمق آب در حاشیه و در کرانه بسیار بسیار کوتاه است، یعنی از حداقل ممکن شروع میشه و تا چند صد متر به دریا که پیشروی می‌کنه عمق آب حدود 1 تا 1.5 متر میرسه و به راحتی ما می‌تونیم برای فصلهای از سال و ماهایی که هوا مناسب هستش برای شنا و آبتنی گردشگران و مهمانان و شهروندان گرامی استفاده کنند. پیشه مردم گناوه بیشتر به واسطه همجواری با دریا و بندر بودن، دریانوردی هستش و ماهیگیری که به نوعی مرتبط با دریانوردی هست و همچنین برای جابجایی کالا و تجارت با کشورهای حاشیه خلیج فارس از دیرباز گناوه شهره خاص آن بوده. در دهه اخیر به واسطه اون بازار مناسبی که داشته از رونق بسیار خوب و قابل قبولی برخوردار شده و سالیانه پذیرای گردشگران و هممیهنان گرامیون از اقصی نقاط کشور هستش، به ویژه در ایام تعطیلات نوروزی که ما در یک بازی زمانی بسیار کوتاه جمعیت بسیار زیادی، چند ده برابر جمعیت شهر گناوه رو ما افتخار میزبانی اونها رو داریم. ماهیایی که در صیدگاه‌های منطقه صید میشن توسط ماهیگیران محلی، میشه گفت هامور از جمله ماهی که بسیار در کشورهای حاشیه خلیج فارس هم علاقمندان بسیار زیادی داره، ماهی حلوا هستش، حلوا سفید، ماهی راشکو، شوریده و دیگر ماهیانی که میشه گفت اگر من بخوام نام ببرم شاید زیاد وقت گرفته میشه. بندر گناوه با توجه به موقعیت جغرافیایی که قرار داره در کنار ساحل و خلیج همیشه فارس، سالانه میلیون ها گردشگر ایرانی و حتی بعضا خارجی به سوی این بندر میان. بندر گناوه قطب گردشگری استان بوشهر میباشد و اگر ما بگیم که قطب گردشگری جنوب کشور هم خالی از لطف نبوده. از جاذبه های تاریخی، فرهنگی و گردشگری این شهر میتوان به امامزاده سلیمان ابن علی علیه السلام اشاره کرد که وقتی که از ورودی جاده دیلم به شهر گناوه وارد میشیم، همه مسافران به اون خیره میشوند با یک گنبد بسیار زیبا که این گنبد از نوع پلکانی هست. دیگر جاذبه گردشگری شهرستان گناوه سد آبخیزداری مالقائد است. این سد با هدف جلوگیری از هدر رفتن آبهای سطحی به وجود آمده است توسط سازمان منابع طبیعی که یک منطقه اکوسیستمی بسیار زیبا را به وجود آورده است. دیگر جاذبه گردشگری شهر گناوه غار تودیو است. غار تودیو در نزدیک سد آبخیزداری مالقائد واقع شده که مردم منطقه و مردم مسافران برای تماشای اون به سمت اونجا روانه میشن.
محصولات کشاورزی هم که اینجا از دیرباز میشه گفت تولید میشده، یک نخل هستش و درخت خرما که تولید خرما از محصولات عمده منطقه بوده از دیرباز، و امروزه به واسطه به هر حال اون تجارتی که با کشورهای حاشیه خلیج شاید به نوعی کمرنگ‌تر شده، مرکبات میشه گفت از محصولات دیگر منطقه هستش. اینجا کشت کشاورزی میشه به صورت دیم هست، قلات از جمله جو و گندم که اگر فصل بارندگی مناسب باشه ما محصولات میشه گفت قابل قبول و مناسبی داریم که به نوعی میشه گفت شغل دوم بعضی از مردم منطقه هست. مجموعه گردشگری که در شهر گنا ما داریم برای افرادی که و علاقمندانی که استراحتگاه‌های موقت رو میپسندن در حاشیه ساحلی طراحی شده و ساخته شده که چندین هزار از هموطنان به گردشگران میتونن اونجا جانمایی بشن و برای برپایی چادر. یکی دیگر از جاذبه‌های گردشگری بندر گناوه که دلیلی بر رونق اقتصاد این شهر میباشد بازار گناوه است. بازار گناوه که با توجه به اینکه جنس را مردم ایران میتوانند به صورت عددی و یا تکی و به قیمت خیلی مناسب تهیه کنند، سالانه همه به سمت این بازار میآیند. سوغات بندر گناوه ماهی و میگوی تازه است و مسافران هنگام سفر به این دیار همیشه میتوانند مقداری ماهی و میگو به خود به همراه ببرند. بندر گناوه از نظر جغرافیایی با کشورهایی مثل امارات متحده عربی، قطر و کویت همسایه است. شغل مردم گناوه با توجه به قرار گرفتن در کنار دریا به دریا نوردی و مشاغل دریایی بیشتر تعلق داره. دریا نوردی با شغل‌های دریایی با توجه به اینکه به دو قسمت، یکی لنج‌های باری و یکی لنج‌های صیادی تقسیم می‌شوند. ما در شهر گناوه نزدیک به 8000 ملوان داریم و دیگر شغلی که مردم گناوه به تبع وجود در کنار دریا دارند این هست که در بازار با تجارت مستقیم با کشورهای حوزه خلیج فارس مشغول هستند. مردمان گناوه مردمانی مهمان نواز معنی واقعی کلمه هستند و به قول شاعر میشه گفت این همه را به دیدنش میارزد. دعوت میکنیم از هممیهنان گرامی که تشریف بیارن تا ما افتخار میزبانی شما را داشته باشیم و امید داریم که بتوانیم میزبان شایسته برای هممیهنان اون باشیم. یکی دیگر از ویژگی‌هایی که بندر گناوه میتونه سالانه میلیون‌ها گردشگر رو به خود جذب کنه این که در 6 ماهه دوم سال با هوای بسیار عالی و معتدل به همراه است و گردشگران میتونن با سفر به اینجا از این هوای عالی استفاده کنن. الان داره هوا اینجا بارون میاد و هوای بسیار خوبی هست. ما هم کنار ساحل هستیم و من تقاضا میکنم از تمام هموطنان عزیزمون که با سفر به این دیار قدم بر دیده ما بذارن و ما رو خرسند کنن. وقتی در کنار ساحل قدم میزنی حس خوب و راحت و آرامشی بهت دست میده، یک فضای بسیار زیبا و دیدنی، یک آرامش خاص در کنار ساحل میمونه خلیج همیشه تا ابد. همسفر ما هستیم در این سفر و قرار جاذبه های تاریخی، توریستی، تفریحی، گردشگری شهرستان گناوه رو بررسی کنیم و از این زیبایی ها بهتر و بیشتر براتون بگیم. از صنایع دستی ارزشمند این خطه و همینطور مردمان خونگرم گناوه. اگه در روزهای آینده همسفر ما باشین بهتر و بیشتر با این سرزمین آشنا میشین و با جاذبه های دیدنی و توریستی و گردشگریش با هم دیگه میتونیم اونها رو مرور کنیم و با مردمان خونگرمش آشنا بشیم.